باورتون میشه روی یه دونه ساعت هوشمند چت جی پی تی داشته باشیم، اونم قیمتش زیر 1.5 میلیون؟ توی این بررسی با من باشید. این ساعت هوشمند همین قابلیت داره. بریم برای آنباکس ساعت AK 10 Pro Max نسخه چت جی پی تی. یه بسمندی سفید داره. ببینید. یه دونه دفترچه داخلشه. یه بند سیلیکونی و یه بند آچه‌ای. کابل شارژ مگنتی. خود ساعت که این اپل واچه اولتراه. توی بخش طراحی ما یه محصولی مشابه با اپل واچ اولترا داریم که 49 میلیمتره و با بندش یه وزنی حدود 70 گرم داره که از نسخه اصلی 7 گرم هم سنگین تره، که این ممکنه زمانی که مثلا اگه با ساعتتون میخوابید بلند میشید اینا امکان داره تو دستتون یه ذره خسته کننده بشه. پشت دستگاه شما سنسورهای دستگاه رو دارید به اضافه جای وصل شدن شارژر که خیلی هم راحت وصل میشه به صورت مگنتی عین خود اپل واچ اولترا، و قسمت بالا پایین هم که جای وصل شدن بندشه. خود سازنده گفته که اصلا حس واترپروف بودن هم داره، ولی خود سازنده گفته که IP68 داره که تا عمق 1 متری 30 دقیقه 30 دقیقه میتونه زیر آب بمونه و اتفاقی بهش نیفته. خب روی ساعت همونطور که میبینید قسمت راستش یه دونه دکمه پاور یا تاچ چرخون رو داریم که میتونید فیس ساعت رو باش عوض بکنید و کارهای مدلی. یه دونه دکمه این پایینش هست که برنامه اخیر رو میتونید، دکمه اینطوری هستش میزنید و برنامه اخیر رو براتون میاره. قسمت چپش یه دونه اسپیکر دارید و یه دونه دکمه که شما رو به منوی ورزشی میبره. توی دوتا رنگ هم عرضه شده که رنگ تیتانیومی و رنگ مشکی هستش که البته با بندهای مختلف هم عرضه شده، یعنی بند مشکی سبز داره و مشکی نارنجی دیگه عین خود اپل واچ. خب ساعت رو وصلش کردیم. این ساعت یه صفحه نمایش اولد 2 اینچی داره که 60 هرتزی و خیلی روونه، یعنی اصلا به طور غیر عادی روونه و اصلا آدم حال میکنه. میدونی یعنی اصلا اون باگی که بقیه ساعت‌های هوشمند ارزون دارن و من تو این در حال حاضر هنوز نتونستم ببینم. رزولوشنی که داره 435x390 که از نسخه اصلی یه کوچولو پایین‌تره. یکی از قابلیت‌های خوب این ساعت اینه که میتونید به گوشیتون وصل بشید و روش مکالمه بکنید، یعنی گوشتون رو در نیارید و با خود ساعت مکالمه بکنید. البته خودش سیم کارت نمیخوره، حتما باید به بلوتوس به گوشتون وصل باشه، ولی تا 7 از مخاطبینتون هم میتونید روی خود ساعت سیو بکنید که اگر لازم شد سریع رو خود ساعت باشون تماس بگیرید. فقط یه چیزی در نظر داشته باشید، با توجه به حافظه خیلی کمی که داره اگه میخواید روش موزیک گوش بدید نه حتما باید همیشه به این با گوشی متصل باشید. بلوتوثش هم بلوتوث نسخه 5 که اگه اندروید 5 به بالا و iOS 10 به بالا دارید خیلی راحت میتونید به هر گوشی که تو این لول هست وصل بکنید. روی خود دستگاه 9 تا واچ فیس مختلف هست که میتونید ازش استفاده بکنید، ولی اگه میخواید واچ فیس های مختلفی داشته باشید میتونید اپلیکیشن ویر فیت پرو رو نصب بکنید و اونجا هم میتونید به صورت شخصی سازی برای خودتون بسازید، هم مدلای مختلف اونجا داره. تازه میتونید به نرم افزارهای مثل پایش خواب و اینا هم توی نرم افزار دسترسی داشته باشید. خب نرم افزار این ساعت رو من دانلود کردم، ویر فیت پرو، که البته نرم افزارش به صورت تنهایی هم کار میکنه، یعنی ساعت الان خاموش بوده ولی این اطلاعاتی که داره بهت میده مال امروز، یعنی از خود گوشی اطلاعات و دیتا رو گرفته. این تعداد قدمایی که گذاشتم اینا رو همه رو از خود گوشی این دیتا رو گذاشته. یه سری حالتهای ورزشی داره میتونید ازشون استفاده بکنید توی حال نرم افزارش. میبینید این تنظیمات خود ساعت هست، حالا تنظیماتی که رو خود ساعت میتونید انجام بدید و یه سری چیزا هم که مال خودتونه، یعنی به صورت شخصی که ثبت میکنید توش و میتونید ازش استفاده بکنید. سازنده این دستگاه گفته این باتری 320 میلی آمپری که روی دستگاه هست میتونه تا 3 روز کار شما رو راه بندازه، ولی اگه بخواید همه قابلیت‌های دستگاه استفاده بکنید فکر می‌کنم نهایتاً 1 روز و نیم 2 روز بتونه براتون کار بکنه، چون که سنسوراشو نمیدونم تماسش و اینا بخواید همه رو استفاده بکنید. یه دونه این شارژر هم داره که حتما باید اینو به شارژر، یعنی کابل شارژ داره که باید حتما به شارژر 5 واتی بزنید، وگرنه یعنی امکان داره که آسیب بزنه به گوشیتون، به گوشی، به ساعتتون. وظیفه کار پردازشی این ساعت هم به عهده یه دونه پردازنده دو هسته‌ایه که حافظش هم 128 مگابایته. در کل میتونه کاملا خیلی روون کاراشو انجام بده، به نظر من که خیلی روونه. این ساعت از زبان فارسی توی منو و توی نوتیفیکیشن ها پشتیبانی میکنه. سنسور کف دست داره که وقتی کف دستتون رو میذارید خاموش میشه و سنسور چرخش ساعت داره که وقتی میخواید ساعت رو نگاه بکنید
روشن میشه. از اپلیکیشن هایی که روی خود ساعت هست میتونم بگم که زنگ هشدار داره، ماشین حساب داره، تقویم داره، کنترل شاتر دوربین عکاسی داره، کرونومتر داره، برنامه تنفسی داره، قطرنما داره و یه دونه هم بازی داره. وقتی وارد منوش میشید، وقتی دوبار روی دکمه پاور کلیک بکنید، چهار حالت مختلف به شما منو میده. ببینید یه حالت، یه حالت دیگه، یه حالت و اینم حالت اولیه که روش بود. HK 10 Pro Max، چقدر اسم سخت از اسم راحت نمیشن. HK 10 Pro Max از 9 حالت ورزشی پشتیبانی میکنه: تردمیل، فوتبال، بدمینتون، بسکتبال، تمرینات آزاد و یه سری ورزش دیگه که البته بهتر بود یه ذره تمرینات بیشتری رو پشتیبانی میکرد. خب یه سری سنسورها هم روی این داریم: سنسور پایش خواب، سنسور فشار خون، سنسور ضربان قلب. تنظیماتش یه دونه گزینه‌ای هست به اسم Always On Display که بریم روشن بکنیم، چون این سری خاموش میشه. بریم روشن بکنیم ببینیم که تصویرش روشن بمونه برامون. آقا من اومدم Always Brightش رو روشن بکنم و یه مشکلی که داره اینه که تایم داره. شما بیشتر از 20 دقیقه نمیتونی، از 3 دقیقه تا 20 دقیقه نمیشه، تا 20 دقیقه نمیتونی این سفر رو روشن نگه داری. کارای خاصش چیه؟ یه نرم افزاری روش هست به اسم چت جی پی تی و شما با اتصال این به گوشی و گوشی به اینترنت و نصب شدن نرم افزار خود چت جی پی تی میتونید این رو به چت جی پی تی وصل بکنید و با پیام‌های صوتی ازش سوال بپرسید و اون جوابتون رو بده. این خیلی خفنه. قابلیت چت جی پی تی اونجایی که گوشی من آیفونه، قابلیت چت جی پی تی روی آیفون اصلا فعال نمیشه و ما اصلا نداریم چت جی پی تی رو. حالا اگر اندروید پیدا کردم که روی اندروید براتون نصب میکنم، اگر نه که کلا این روی آیفون، اگر آیفون دارید از چت جی پی تی نمیتونید استفاده کنید و وصل مثلا گوشی ها، ولی نمیتونید استفاده کنید. بریم سراغ نقاط مثبت این ساعت. اولین نکته ای که داره اینه که 60 هرتزی و خیلی پردازندش روون و خیلی خوب میتونید راحت باش کار بکنید. نکته دوم که داره به چت جی پی تی نصب میشه که اینم به نظرم به چت جی پی تی وصل میشه، نصب میشه، که اینم میتونه خیلی جذاب باشه به نظرم. نکته بعدی که داره زبان فارسی پشتیبانی میکنه که برای ما خیلی خوبه. قابلیت مکالمه تو این رنج قیمتی به نظرم خیلی خوبه و میتونید خیلی راحت باش مکالمه بکنید. و نکته آخری هم که داره تمام اکسسوری های ساعت اپل واچ اولترا هم بهش میخوره، یعنی بند و اینا همه رو میتونید همونا رو بخرید بهش بزنید. بریم سراغ نقاط منفیش. نکته اولی که منفی داره اینه که بدنش چون از جنس آلومینیوم و تیتانیوم نیست مثل خود اپل واچ اولترا، مقاومتش نسبتاً خیلی میاد پایین. حافظش حافظه پایینیه و خب اینم میتونه از نقاط منفیش باشه. روش نمیتونید برنامه پلیر موزیک نصب کنید، هم جزء نقاط منفیشه. نورش به صورت خودکار تنظیم نمیشه و باید دستی تنظیمش بکنید، هم جزء نقاط منفیشه. دقت نچندان بالای سنسورهای سلامتیش. عددی که روی ساعته با عددی که روی اکسیمتر متفاوته و اختلاف زیاد هم داره و این نباید اینطور بشه. یعنی عددی که برای سلامتی داره نشون میده به شما اصلا دقیق نیستن نسبت به اکسیمتر یا نسبت به اپل باز. وقتی باز میکنیم و میذاریم روی میز هم ضربان قلب بهمون نشون میده و این عجیبه. مگه میز قلب داره؟ یعنی این ضعف این دست. بریم سراغ این که ببینیم ارزش خرید داره یا نه. شما نباید یادتون بره که قیمت این ساعت زیر 1,500,000 و با تمام ایراداتی که ازش گرفتیم به نظر شخص من که کاملا انتظارات آدمو برآورده میکنه با این قیمت و میتونه خیلی جذاب باشه. حالا نظر شخصی منه، باز نظرتون حتما بگید. اگه پیشنهاد دیگه هم دارید حتما توی کپشن برام بنویسید، ولی به نظر من با توجه به این قیمت اگر با مشکلاتش کنار بیاید یکی از بهترین گزینه‌های خریده. این ساعت رو از مسترکالا برامون فرستادن. اگه میخواید ساعت‌های هوشمند یا هر گجت دیگه‌ای بخرید، برید توی پیج مسترکالا یا تو سایتشون، کلی گجت‌های مختلف دارن، حتما یه سر بهشون بزنید. اگر دوست داشتین ساعت رو بخرید توی سایتشون هست. خیلی مخلصیم. لایک و کامنت یادتون نره. اگر یوتیوب می‌بینید حتما سابسکرایب بکنید.